منوشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. قطر از موافقت اولیه حماس و اسرائیل خبر داده با طرح آتش بس. آقای امیر، چقدر رسیدن به یک توافق پایدار رو در روزهای آینده محتمل می‌بینید؟ در حال حاضر احتمالش بسیار ضعیفه، هم از نظر قدرت هایی که در داخل حماس با هم درگیر هستند و هم از نظر سیاست داخلی و خارجی دولت آقای نتانیاهو و همچنین افکار عمومی در اسرائیل. اگر از اسرائیل شروع بکنیم، باید بگوییم که فشار خانواده های روبوده شدگان بر دولت که همین امروز همین حالا بیا و این روبوده شدگان ما رو آزاد کن بیش و بیشتر میشه، و از سوی دیگر میبینیم که تظاهرات و حتی اقداماتی برای جلوگیری از ورود آذوقه و آب و سوخت از خاک اسرائیل به داخل غزه بیشتر میشه و گروه های هستن که میرن و سعی میکنن که جلوی عبور این کامیون های قولاسا رو قولپیکر رو بگیرن، در حدی که ارتش اسرائیل ناچار شده یک عده رو دستگیر بکنه، البته بعدا آزاد شدن. از سوی دیگر دولت آقای نتانیاهو با یک مشکل بزرگ روبرو هست و اون سموتریچ و بن‌گویر هستند، دو فرد سیاستمدار و وزیر بسیار بسیار افراطی که میگویند ما هرگز با توقف جنگ موافقت نخواهیم کرد. در مقابل ما آقای یائیر لپید و گروه میانه روی سیاسی رو که در قدرت نیستن داریم، که آقای لپید گفته است که اگر آقای نتانیاهو بیاید و حاضر به توافقی بشه که موجب آزادی گروگان‌ها بشه، حتی به غیبت این که دولت اسرائیل بیاید و برای مدتی نسبتاً طولانی جنگ رو متوقف بکنه، ما چتر حمایتمون رو به دولت آقای نتانیاهو میدیم که اگر بن‌گویر و سموتریچ کنارگیری کردن، این دولتش باقی بمونه. سوال اینجاست که آیا اساسا رسیدن به چنین توافقی که حالا شما هم به برخی موارد اون اشاره کردید میتونه به منزله پایان ادامه جنگ باشه به شیوه فعلی؟ دقیقاً این پرسشی است که آقای نتانیاهو بهش جواب رد میده. میگوید که ما حاضریم که توافق بکنیم و گذشت بکنیم، ولی دو شرط رو ما عنوان کردیم و ازش صرف نظر نمی کنیم، و این دو شرط این است که اولا حماس به کلی قدرت نظامی و سیاسی خودش رو از دست بده و دیگر کاری نباشه، و ما میبینیم اگر گزارش ها درست باشه حماس تا حدودی داره نرم میشه در این جهت، و دوم این که در غزه سیستمی برقرار بشه که منطقه غیر سلاح باشه و به کانون دوباره ترور علیه اسرائیل مبدل نشه. موضوع بسیار بسیار بغرنجه و واقعا در حال حاضر هیچ نوع ارزیابی نمیشه کرد، ولی در سیاست غیر ممکن وجود نداره. باید منتظرمون آقای امیرسا جزئیات بیشتری بیرون بیاد و ببینیم که هر دو طرف نسبت به این جزئیات چه واکنشی خواهند داشت. خیلی ممنونم از توضیحات. آغاز خوبی میتونه باشه. بله، تشکر میکنم. ممنونم از شما. منوشه امیر، سلگر مسئله خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.